اینجوری باید حرف بزنیم. ولی خلاصه کنم، سالها من به یاری این آموزش کار کردم و توانستم خودم رو سرپا نگه دارم. حرف زدم، بسیار حرف زدم، بسیار نوشتم، بسیار خوشحالم که توانستم این کار رو بکنم. اما در یک روزی که این مرد در یکی از روزنامه های اصلاح طلب نوشت اگر طالبان نیستید پس کیستید، تیشه به ریشه خودش زد، عبا و عمامه از دست داد و مورد اهانت قرار گرفت. و پس از اون بود که ما هم چند سالی کار کردیم و بر آواره قربت شد. قصه بسیار طولانیه، من فقط شروع کردم برای اینکه بگم ما نمیدونستیم که آیت الله منتظری شخصیت متفاوتیست. ما بعد فهمیدیم که کسانی که جانشون رو این مرد نجات داده بود در خارج از کشور به ما میگفتن. ما گفتمان حقوق بشری رو در ایران اجازه نداشتیم باز بکنیم، مگر اینکه چند تا فقیه به ما کمک میکردن. اگر این چند فقیه نبودن برای ما هم ممکن نبود، ما مجبور بودیم کد کنیم از این آقایم، از کارشناسان اسلامی، از آقای دکتر سروش که من خیلی ازشون سوء استفاده کردم و کد کردم، بعضی وقتا هم همه حرفشون رو کد نکردم، همون جایی که دلم میخواست کد کردم، همون کاری که حسین شریعت مداری میکنه ما بعضی وقتا سر این آقایون رو بردیم، ولی باید میبردیم، در اینکه ما باید حرف میزدیم و باید هم زنده میموندیم. در هر حال بازم قصه طولانیه، من بعد از 22 سال که در اون کشور موندم به دلائلی مجبور شدم بیام خارج از کشور برای معالجه و هنوز این دوران معالجه تموم نشده بود که شوهر من رو دزدیدن و دیگه بلاهای بسیار زیادی که سرش رو بردن برای اینکه بگه چمدون پول امریکایی‌ها رو اون گرفته و پخش کرده بین روزنامه های اصلاح طلب. من نمیدونم، شادم گفتیم، اگه من بودم که میگفتم، برای اینکه ما تحمل اون داستانه توی زندان ها رو نمیدیم. یک روزی شد من اونقدر درمانده شدم در خارج از کشور و هیچ کس به هم جواب نمیداد در اون کشور، با اینکه الحق و الانصاف آقای کروبی دست کم 3 ساعت نشست و درد دلهای خواهر شوهر من رو شنید در مجلس و تسکین خاطری بود. و با اینکه من موضوع رو به کمیسیون اصل 90 مجلس ششم اصلاحات برده بودم، اما هیچ حاصلی نداشت کارمون و از فرط استیصال من نامه‌ای نوشتم، نامه سرگشاده‌ای نوشتم برای آقای منتظری و در اینجا بود که من شخصا با آقای منتظری آشنا شدم، یعنی شخصیت آقای منتظری رو شخصا توانستم لمس کنم. هنوز هم خارج نیومده بودم، اومده بودم ولی هنوز نمیدونستم داستانهای بسیار زیادی رو که شناسنامه سیاسی ایشون رو تشکیل میده. لحن خوبی نداشت نامه من، من برای ایشون نوشتم حتما نوشتم ماهیت حکومت جمهوری اسلامی که بارها تأکید کرده اید یکی از بانیان و پایه‌گذاران آن بوده اید اقتضا می کند تا برخی مسائل با کارشناسان امور فقهی در میان گذاشته شود، هرچند این کارشناسان در حصر حکومت خودساختشان اسیر شده باشند و هرچند فرد سؤال کننده به هواداران حکومت دینی تعلق قلبی و اعتقادی نداشته باشد.
اینجانب بر پایه تجربیاتی که در مدت 20 سال حرفه وکالت دادگستری و فعالیت فرهنگی در جمهوری اسلامی اندوخته هم، عقیده دارم با فتوا نمی شود مملکت داری کرد و حق را به حقدار رساند. اما ضمناً خوب می دانم تا جمهوری اسلامی برقرار است از استفتا نمی توان چشم پوشید. ضرورت انطباق امور با احکام شرع و موازین اسلام در همه ارکان و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تزریق شده است و ستم دیدگان را گزیری است از اینکه فقیه را گاهی در مقام کارشناس و گاهی در مقام مسئول مورد سؤال قرار دهند. نام طولانی من فقط همین را انتخاب کردم از نامه خودم. سوالاتی رو برای ایشون مطرح کردن به علت اینکه بسیار نگران بودیم از وضعیت شوهرم. از ایشون پرسیدم شکنجه رو چگونه تعریف میکنی؟ برگزاری نمایش امنیتی زیر عنوان مصاحبه مطبوعاتی رو چگونه تعریف میکنین؟ و بسیاری از این مضامین که بعد از مسائل بعد از انتخابات دیدیم که چقدر عمومی شد و دیگه فردی فقط شوهر من رو در بر نگرفت، وکلا و وزرای نظام جمهوری اسلامی در بند یک چنین داستانی فرو رفتن و مخصوصا گفتم آیا اظهارات عقد شده در شرایط این نمایش ها از جمله ابرار صحیح هست و بسیاری پرسش های دیگر. من فکر نمی کردم که آیت الله به من شخصا جواب من شهرت خوبی نداشتن که یک آیت الله در مقام فقیه عالی قدر به من جواب بده و بعداً گرفتار تقطعه دیگران نشید. من در واشنگتن صبح ساعت 5 با تلفنی از ایران از خواب بیدار شدم. تلفن از قم. ایشون با همون لحجه شیرینش گفت جوابتون رو دادم، فکستونم بدین تا بفرست. شماره فکس دادم و خودم نداشتم فکس. در جایی که کار میکردم ساعت معین رفتم و پاسخ ایشون رو گرفتم، پاسخ مستقیم ایشون رو به خودم گرفتم بدون هر گونه ابهام‌گویی. ایشون من رو مخاطب قرار دادن و بسیاری سخنان در پاسخ این نامه گفتند که باز فقط یک فرازشو میخوام.